خب دوستان عزیز، الوعد وفا، سلام مجدد خدمت شما. ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا، 12:09 به وقت کالیفرنیا غرب آمریکاست و امروز هم جمعه 20 ماه ژوئن سال 2014. خوشحالم که با همشهری عزیزمون آقای سجاد حق پناه، باید سوال کنم حق پناهش بوده یا نه، تا امروز هستیم. و امروز اون صحبتی رو که بهتون گفتم که این دوستان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار میکردن، بعدن دیدن که اون چیزی که میخوان، اون چیزی که باور دارن، اون عدالت و اینها درش نیست، جدا شدن و صحبت میکنن. حالا امروز سوالایی که پیش میاد بعد از اینکه آقای سجاد حق‌پناه، البته ایشون شخص شناخته شده ای هست، برنامه های تلویزیونی، مصاحبه های مختلف و روی فیسبوک هم هستن، میتونید اگر تا امروز باشون آشنا نبودید بعدن بیشتر آشنا بشید، ولی از خودشون خواهش میکنیم به طور خیلی مختصر از خودشون بگن آقای سجاد حق‌پناه چگونه به وزارت اطلاعات رفت، چگونه جدا شد، امروز کجا هست و چه کار میکنه، تا بعد چند تا سوال رو از ایشون بپرسیم. آقای حق‌پناه ممنونم، بهتون خوش آمد میگم به تلویزیون مردم و این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بفرستم بر شما، بینندگان محترم و عزیزتون، هموطنان دوست داشتنیمون در جای جای ایران و جهان. حدود 4 سال پیش از کشور خارج شدم، توی کشور سوئد هستم. قبلا مصاحبه‌ای متفاوت داشتیم با دیگر رسانه‌ها و با خود شما هم شنیم. حدود 2 سالی که سکوت کرده بودم و وارد مدیا نشده بودم. گذشته من و ورود من به سیستم اطلاعات هم بدین منوال بود که 18 سالگی به وسیله سازمان اطلاعات سپاه نشان شدیم و پس از اون توی طرح استخدام نخبه ها استخداممون کردن و توی سن 27 سالگی هم از سیستم خارج شدیم و سریعا به خارج از کشور مراجعه کردیم. این که چیه که نسلی که در حال حاضر توی اطلاعات سپاه و آقای حق‌پناه ببخشید، چون اون طرحی که گفتید توسط اون طرح شما رو جلب و استخدام کردن، چی بود؟ طرح نخبگان هست. اینها توی واحد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هر دو واحدی به نام واحد ادارات وجود داره، واحدی به نام واحد دانش آموزی، دانشجویی و اساتید دانشگاه وجود داره. توی این سه واحد، توی غیر از واحدی که جستجوی خبر میکنه و تحلیل اخبار و ورودی اخبار دارن، مرکزی هم در گزینش وجود داره که نیروهایی رو که از نظر اعتقادی به حالا دین و سیستم حکومت دینی اعتقاد دارند و شناسایی میکنن و اونهایی که دارای توانمندی های خاص هستند و به قولن بهشون نخبه میگن، از من همچه ادعایی در مورد خودم ندارم، فقط دارم سیستم رو توضیح میدم، اینها رو نشان میکنن. 3 مرحله داره: مرحله نشان داره، شکار داره و استخدام داره. بله، دلیلی که من اینو سوال کردم، میخوام برای خودم این موضوع رو باز کنم که یعنی جمهوری اسلامی از موقعی که شماها توی دبیرستان هستید، یعنی برنامه‌هایی رو داره و شماها رو جلب و جذب و انتخاب میکنه، درسته؟ این مسائل، این سیستمی که سازمان‌های اطلاعاتی ایران دارن، از توی مهد کودک ها هم فعال هست، نفنها از توی اون قسمت ها به صورت مختلف بحث مسائل دینی وارد میشن، کم کم وارد میشن، بسیج دانش آموزی دارن، بسیج دانشجویی دارن. از توی بسیج دانش آموزی که وارد میشن، از توی دبستان شروع میکنن به جذب نیرو به سمت بسیج. و این قضیه اونقدر پیش رفته بود که قبلا خود سپاه دبیرستان سپاه داشت و بچه ها اصلا رسمن اونجا توی دبیرستان سپاه میرفتن آموزش میدن، مستقیما پاسدار میشدن. این طرح شکست خورد، از بین رفت و البته جای دیگه داری مثل دانشگاه امام صادق و دانشگاه دیگه هم هستن که فعالیت دنبال میکنن، ولی خب چیزی که اونها روش زوم دارن نسل جوان هست و به خوبی هم روشون کار میکنن. ما ببینیم که توی
قسمت دانش آموزی از توی دبستان عضو میگیرن، وارد بدنه بسیج میکنن، کارت براشون صادر میشه. اصلا یک سیستمی داریم، بسیج دانش آموزی و بسیج دانشجویی، که اونها رو اونجا استخدام میکنن، عضوشون میکنن، استخدامی نیست، عضوشون میکنن، سازماندهیشون میکنن و توی حوزه بندی و ناحیه بندی و به قولن استان اینها رو تا رأس هرم اینها رو سازماندهی میکنن و برای همشون شناسنامه میزنن. شناسنامه ها بندهای مختلفی داره که تمام بیوگرافی خودشون، اعضا خانواده 1 و 2 و 3 توی اون شناسنامه ها نوشته میشه. از نظر روانیشون روشون کار میکنن از روی این شناسنامه ها و اینها رو به هدف و سمت و سویی که خودشون دارن هدایت میکنن. هیچ وقت به شما گفتن که این چه سیستم، مثلا چه کشوری هست یا چه سازمانی؟ چون یه چیزایی هست که جمهوری اسلامی انجام میده که واقعا یعنی برای ما تازگی داره. یه همچین سیستمی مثلا مثل سیستم کشورهای کمونیستی هست، هیچ وقت صحبت شد که این سیستم مثلا انتخاب طرح نخبگان و ادارات و اون سیستمی که شما گفتید 3 مرحله داره، نشان میکنن، انتخاب میکنن اینها، یا شما کاری نداشتید که این مال کجاست ولی داشت اجرا میشد؟ شما اگر که دقت بکنید، روال استخدام توی تمام سازمان‌های اطلاعاتی دنیا یکسانه. خودشون نیروهاشون انتخاب می‌کنن، علاوه دانشگاه دارن، کنکور دارن، مثلا وزارت اطلاعات داره یه قسمتی داره که توی کنکور هم هست و میرن امتحانشو میدن، ولی مسئله اینه که نیروهاشون رو نشان می‌کنن. اینجوری نیست، تمام اطلاعات و سیستم‌های دنیا همینجوریه. اینجوری نیست که شما مثلا یه نفر بره سازمان به قولن اطلاعاتی آمریکا در بزنه بگه آقا من میخوام عضو بشم، اونها یه لیستی بزنن جلوش بگم بفرما، نه، اونها نیروشون رو نشان میکنن، بعد شکارش میکنن، توی قسمت شکار حسابی دنبالش میکنن، وقتی که توی شکارم نیرو در اومد و موقع استخدامش میکنن. این نیست که مختص به ایران باشه، نه، سیستم اطلاعاتی ایران قدیمی ترین سیستم اطلاعاتی دنیا سیستم اطلاعاتی انگلستان هست که 500 سال سابقه مرکز اسناد و تحلیل اطلاعات و اخبار بر مبانی ورود و اطلاعات داره. خب بسیار عالی. 2-3 تا سوال هست که اگه خود شما لطف کنید اینها رو برای ما باز کنید. یکیش این که چرا ایرانی ها به فروش اطلاعات امروز دست زدن و این اطلاعات از نظر شما تا کجاش آزاد هست، تا کجاش لطمه به جمهوری میزنه، به حکومت میزنه، تا بعد از چه خطی اگه گذشتید خط قرمز رو به اصطلاح عبور کردید و دارید لطمه به میهن و وطن میزنید؟ و 2 تا سوال دیگه هم هست باز در رابطه با نسل شماها و به اصطلاح نسل قبلی. بفرمایید. واقعیت اینه که یک تعدادی از هممیهنان ما، هموطنان ما با کیس های مختلف جعلی و حقیقی از کشور خارج شدن و بعضا توی کشورهایی هم سکونت پیدا کردن که پل عبور و گذرگاهی به سمت اروپا و آمریکا، مانند ترکیه و به قولن اربیل عراق بود قبلا و مالزی هست و آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و کشورهایی بدین منوال که عمدتا توی کشور ترکیه هم هستن. اینها این بچه اونجا جمع شدن و توی گام اول به هدف این که بتونن یک پولی در بیارند با سیستم های اطلاعاتی غربی ارتباط میگیرن، سعی میکنن به کنسولگری ها و سفارت خونه ها رفته و یا اینکه از طریق اینترنت به سیستم های اطلاعاتی غربی وصل بشن. سیستم های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی توی گام اول که اینا اونجا حضور پیدا میکنند و توی صحبت اول کاملا پی به دروغین بودن اطلاعات اینها میبرند، باید ببینیم که اینها اطلاعاتی برای فروش هم ندارن که ما بتونیم اونها رو وطن فروش بنامیم. اونا به نظر من خرد پاهای ارزان قیمتی هستن که شروع به اطلاعات دادن اطلاعات به کشورهای عربی میکنن. چرا کشورهای عربی رو انتخاب میکنن؟ برای اینکه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اونها از نظر اشرافیت اطلاعاتی و تخصصی بسیار ضعیف هستن و هر مزخرفی رو که اینها بهشون بدن میخرن. بیشترین اطلاعاتی هم که کشورهای عربی تقاضامندش هستن مراکز نظامی و دفاعی وطنمون هست.
و اونها به دنبال این مقوله هستن که گام را بعضی از این افراد فراتر گذاشته و به سمت فروش اطلاعات حتی به سیستم های القاعده و جیش العدل و غیر و ذاله، گروه های تروریستی اطراف کشورمون روی آوردن. من واقعا من شرمجین هستم که بخوام اینها رو هموطن خودم بنامم که به فروش وجب به وجب ایران مشغولن. مراکز دفاعی وطنمون مسائل حقوق بشری درون ایران نیست. ما توی نسل قبلی ارمنی ها، جهود ها، بهایی ها، پانیرانیست ها و کسانی که زرتشتی ها و امثال این ها رو داشتیم که از خاک وطنمون دفاع کردن، 8 سال جنگیدند دفاع کردن و اعتقادی به حکومت اسلامی حال نداشتن. آی سوردی، اونها اعتقادی به ولایت فقیه یا خمینی ملعون نداشتن. اونها از مرز و بوممون دفاع کردن. عباس دوران ها داشتیم که چه رشادت ها کردن برای دفاع از آب و خاک و جلوی تجاوز اعراب و به کشورمون، تجاوز مجدد اعراب به کشورمون رو گرفتن که به ناموس و بچه ایرانی لطمه‌ای وارد نشه. ولی الان داریم میبینیم که افتخاری شده برای این ننگ‌های ایران به نام وطن فروشان ایران که مراکز دفاعی کشورمون رو بخوان ببرن. ندارن چیزی رو هم که ببرن، ولی اگر داشتن قطعا میفروختن. اینها به مساوی کسی میمونن که خنجر برداشته به مادر خودش زخم میزنه. مام وطن که شوخی نیست که شماها به فروشش مشغول شدیم. من واقعا ناراحت هستم. یعنی من 2 سال سکوت کرده بودم، مصاحبه نمی کردم، کاری انجام نمی دادم، چند تا مقاله فقط به تایمز لندن دادم نوشتن. ولی واقعا این به چه سمتی داریم میریم ما ایرانی ها؟ آی سوربی، تمام سیستم های اطلاعاتی اروپا و آمریکا کاملا این افراد رو می شناسن، براشون پرونده ای جدا گذاشتن و توی یک پوشه های مخصوص اونها رو گذاشتن به نام افراد دروغگو. اینها رو کاملا میشناسن. مشتری اینها شده فقط اعراب. اینها از روی گوگل ارت زوم میکنن پادگان های دفاعی کشور، زاغه های مهمات کشور رو شناسایی میکنن، روش شناسنامه دروغی میزنن. شما هر مرکزی رو که شما نقطه بزنید توی قسمت نقشه، نظامی ها اینو خوب میدونن که من دارم چی میگم، نقطه میزنن، اون نقطه باید دارای شناسنامه باشه. یعنی کالک میزنن، کالک که زدن اون موقعیت، هر موقعیتی دارای یک شناسنامه برای خودش هست. مثلا یک پادگان یک شناسنامه داره، اسمش چیه، هدفش چیه، کارایی چیه، تعداد نیرو چیه، مهمات چقدر داخلش هست، مرکز آموزشی، نظامی، دفاعی، پدافند، هوایی، دریایی، زمینی، مخابرات چیه. اینها شناسنامه های دروغینی میزنند و به کشورهای عربی میفروشند. درد من اینجاست که صدای آمریکا و بی بی سی روی این کیس های دروغین، کسایی که اصلا نظامی نبودن، عرق نظامیگری ندارن، اصلا وطن و انسانیت برای اینا مفهومی نداره، روی اینها تبلیغ میکنن بدون اینکه هویت واقعی اینها را از اینها خواسته باشن و اثبات شده باشه. اینها رو برمیدارن میارن داخل تلویزیون‌هاشون، روی اینها مانور میدن، تبلیغ میکنن. تعدادی نظامی درون ایران یهو با اینها ارتباط میگیره، این نظامی ها رو اینها تخلیه میکنن، شناسنامه میزنن، 4 تا سوال ازشون میکنن، یه پادگان شناسنامه میکنه، یه شناسنامه میزنن روش میفروشه به اعراب. آقای سجاد عزیز جانم، تا اینجا من فهمیدم که اینا فقط برای پول و گذران اموراتشون این کارو میکنن. و قسمت دوم که جای تأسف بیشتری هست، تلویزیون هایی مثل وایس آف امریکا شما اسم بردید، بی بی سی رو شما نگفتید. نه، بی بی سی هم این کار انجام میده. چرا بی بی سی؟ بی بی سی هم هست. بله، اینها هم به دلیل اینکه برنامه هاشون پربیننده بشه، بدون تحقیق درباره اون طرف، اون رو به عنوان یک منبع موثق میارن و ازش استفاده میکنن. شما به یک قسمتی اشاره کردید که من میخوام توجه بینندگان رو بهش جلب کنم. میگید که بعدن اینها یک مقامی پیدا میکنن که از ایران بعضی ها با اینها تماس میگیرن
و به این وسیله جون اونها در خطر میفته. شما نگران اونها هستید و نگران اینکه اینها جای به اصطلاح میهنی، جایی که برای دفاع و پدافند میهن هست نه مصالح آخوندا، اینها رو اینها برای پول و اون تلویزیون ها و رادیو ها هم برای اینکه دو تا بیننده و چهار تا بیننده و شنونده بیشتر داشته باشن دارن به خطر میندازن. تا اینجا رو من درست متوجه شدم؟ کاملا همین جوره. بس نگاه کنید که سیستم های اطلاعاتی به دنبال مسائل حقوق بشری درون ایران که نیستن. که ما دو تا سیستم اطلاعاتی درون هر کشور داریم، مثل سازمان سیا و FBI آمریکا. یک سازمان اطلاعاتی درون کشوری هست، یک سازمان اطلاعاتی نظامی و برون کشوری هست. توی قسمت برون کشوری شاخه‌ای دارن به نام شاخه اطلاعات نظامی. توی شاخه اطلاعات نظامی هست که اینها براشون مهمه مسائل دیگر کشورها، و اونجا اینا هزینه میکنن و پول میدن و سرمایه گذاری میکنن. توی کشور آلمان بودی که از دوستانم یه مقاله برام خوند که آلمانی ها نوشته بودن که به صراحت گفته بودن که ما توی همه کشورهای دنیا جاسوس داریم و توی ایران ما فقط برای ایرانی ها ما احتیاج به جاسوس نداریم، خودشون زحمت جاسوسی رو کلن میکشن. مبحث این هست که چه چیزی مورد علاقه سیستم های اطلاعاتی هست و برای وطن ما خطرناک هست. مسائل نظامی و دفاعی کشور هست. الان ما داریم میبینیم که دور تا دور ایران گروه های تروریستی قرار گرفتن. ما تهدید نظامی داریم. ما تهدید نظامی از طرف اروپا و آمریکا نداریم، که آمریکا به صراحت چندین مرتبه آقا به چه زبونی باید بگه که ما قصد عوض کردن رژیم ایران رو نداریم. کشورهای اروپایی هم به صراحت اینو گفتن. آیا حالا بیایم نگاه بکنیم چه کشورهایی ما رو تهدید میکنن؟ چیزی که مورد علاقه اونها هست این دست اطلاعات هست و اینها مشغول به فروش این گونه اطلاعات هست. بازم من تأکید میکنم 99% اطلاعاتی که اینها به این کشورها میدن اطلاعات کذب و دروغ هست. من ناراحتیم از فروش این اطلاعات هم نیست، چون که اینها چیزی برای فروش ندارن. اطلاعات کذب و دروغ و شناسنامه های جعلیه. چیزی که منو ناراحت میکنه آبرویی که از ما ایرانی ها رفته و ما رو خائنین به وطن به دنیا معرفی کرده. چیزی که منو داره ناراحت میکنه اینه. من قصد بردن نام کسی رو ندارم، چون که اینها بسیار ریزتر از این حرفا هستن که بخوان ما اسمشون رو بیاریم که بخوان اینا معروف بشن. خب آقای حق‌پناه، من از شما ممنونم. امیدوارم که دوستان اگر سوالی دارن یا مستقیما با شما تماس بگیرن یا با شماره تلفن و ایمیلی که اینجا هست. شما روی فیسبوک هم هستید، تا بعدا اگه مایل باشید. خیلی خوشحالم که دوباره فعالیتاتونو شروع کردید، یا اقلا این کار زشت اونها باعث شده که شما وظیفه خودتون بدونید برگردید. در رابطه با این وظیفه من یه سوال از شما دارم. چرا نسل انقلابی که شماها باید باشین، همسنای شما، خیلی ها باور دارن به کشور اونجوری که باید و شاید وابستگی ندارن، تعهد ندارن، یا نمیخوام بگیم وطن پرست نیستن. چرا؟ آیا این جهانی شدن دنیا این کار کرده، یا حکومت آخوندی شماها رو اینجوری پرورش داده که ایران مهم نیست؟ و من این رو از شما میپرسم. اگر دقت بکنید نسل قبل یک حکومت توانمند و قدرتمندی رو برکنار کرد. من کاری به صحیح بودن و اشتباه بودن اون حرکت ندارم، که چه بسا امثال کروبی ها و تاجزاده هایی که اصلا ساختار این نظام دیکتاتوری رو ریختن معترف هستن که در آن زمان ما آزادی هایی رو داشتیم به جز آزادی سیاسی، که در حال حاضر ما هیچ آزادی در اون ایران نداریم، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه تربیت فرزندانمون، دیگه چه برسه به مسائل سیاسی. ولی چیزی که هست، اون نسل یک حکومت رو انداخت، 8 سال جنگید، از آب و خاک با ذره ذره خونش دفاع کرد، کشته شد، تیکه تیکه شد، و تمام فیلم های مستندش هست و دنیا به این قضیه اعتراف داره. ولی نسلی که در حال حاضر از مهد کودک ها آموزش می‌بینه که چیزی به نام آب و خاک معنی نداره،
چیزی به نام فرزند، محبت فرزند به اندازه محبت به دین و اعتقادات مذهبی و شیعه‌گری نیست. نسلی که با جریه و فغان و برسر زدن و تحقیر خود آموزش دیده، هیچ وقت از نظر روحی توانایی اونی رو نداره که بخواد جلوی یک سری که قولن چی آدم دیگه، یک سری یک حکومت دیکتاتور مستبد تا دندان مسلح بیسته. این نسل و اینها از توی مهد کودک ها به این شکل تربیت کردن و داریم میبینیم که این نسل کارش به جایی رسیده که توی کشورهای دیگه به این سمت و سو داره میره و آبرویی برای ما نذاشته. من یک جمله ای رو میخوام از یکی از خاطرات تعریف کنم. توی سازمان اطلاعاتی یک واحدی هست به نام واحد عملیات. کوچکترین بخش یک سازمان اطلاعاتی واحد عملیاتش هست. بچه ها وقتی که میخوان نهار بخورن، نشان بخورن، توی سالن غذاخوری که میشینن تعریف هم میکنن. شکنجگرها و بچه هایی که توی واحد عملیات اطلاعات سپاه بودن، من این رو دارم مستقیم از زبان اونها میگم، نیروهای سیاسی و اعتقادی رو شکنجه کرده بودند که اینها زیر شکنجه اعتراف نکرده بودند، حاضر به فروش هم قطاران و هم بندان و هم فکرانشون نبودند. اینها با این که شکنجه شده بودند، برای اون شکنجهگر دارای مقامی والا بودند، به اونها احترام میذاشتند که چرا یک انسانهایی با که هستن، یک همچی انسانهایی با قدمهای استوار و فکری بلند، به اونها احترام میذاشتن. و کسانی که سست بودن و میشکستن در حین شکنجه و بازجویی، به اونها میخندیدند و اونها رو مضحکه میکردن. باشد که تمام کسانی که به فروش ایران زمین مشغول هستند پیش درگاه مردم و ایرانمون شناخته شده بشن و معرف تمام ایرانیان باشن. پس باز برمیگردیم به این که دولت با یک برنامه‌ریزی از پیش مشخص و قشنگ پلن شده اینا رو اجرا کرده و اصلا نسل رو تغییر داده یا مغزشویی کرده. اینجوری درست میگم؟ کاملا درسته. فقط چیزی که برای ماها که اینور هستیم مونده و اینه که ما از نظر فرهنگی به وسیله مدیا، به وسیله خبررسانی، به وسیله آموزش این نسل رو نگهش داریم که بیشتر از این افت نکنه. ولی خب ریزش توی بدنه نظام یه چیز واقعی هست. من یه خبر خوبی هم اینجا به هم به شما میدم و هم به مردم ایران میدم که چندین نفر از نیروهای نظامی ایران از مرز ایران خارج شدن و هم پیمان شدیم که کاری رو شروع بکنیم و هدفی رو دنبال بکنیم برای کمک کردن به آزادی خواهان واقعی. و الان یکیشو هم از ایران که خارج کردم الان توی کشور سوئد رسیده، همینجا پهلوی من هست، حتی الان نه توی منزل خودشون هستن و رسیده و توی کشور سوئد. و این هم یک پیامی هست برای بقیه نیروهای نظامی درون ایران که سعید زیبا کلام به کشور سوئد اومده و پیش من هست و تا چند روز دیگه هم سعی میکنم که عکسشو بیرون بذارم، مدارکشو بیرون میذارم. با اون آقای زیبا کلام، صادق زیبا کلام رابطه ای دارن یا نه؟ نه، ایشون فامیلی اولیشون صحرانورد بوده و به وسیله سیستم اطلاعاتی توی ثبت احوال مشخصاتشون عوض شده و به زیبا کلام تغییر فامیلیشون، خود یعنی سیستم اطلاعاتی، حتی پدر مادر ایشون نمیدونستن که فامیلی ایشون عوض شده و به زیبا کلام به قولن تغییر پیدا کرده. و پس از خروج وقتی که پدر مادر ایشون دستگیر شدند و بردنشون اونجا، آه مادر در اومده که آقا شما فامیلی بچه من رو هم عوض کردید و من نمیدونستم، حالا دنبال بچه من هستی. حالا یه سری شرایطی هست که بعدها، الان اینجا تو این جلسه جاش نیست و بعدها روی این مسائل ما حتما میپردازیم و به اطلاع مردم میرسونیم. آقای حق پناه، من یه سوال دیگه از شما بکنم، چون در رابطه با نسل ها به نظر میاد شما یه چیز
جالبی رو باز کردید و من دوست دارم اینو بیشتر در موردش صحبت کنید. تفاوت نسل قبلی با این نسل، شما شروع کردی گفتید که خب بله اون موقع با وجودی که اونا تعدادشون کم بوده، 30 میلیون کل جمعیت بوده و نسبت جوانها هم کمتر بوده، ولی الان 77 میلیون، بعضی حتی میگن 80 میلیون هستیم و تعداد جوانها هم زیاد هست. خبرها رو امروز میخوندم که جوانان ایران در بیکاری پیر شدن، یا حتی دیروز یکی از این آیت الله ها، الان اسمش یادم نیست، که نوشته بود که ما اگر انقلاب نکرده بودیم پیشرفته تر بودیم. مصباح یزدی بوده، بله. اینها شما برای من بگید که این تفاوت نسل قبلی با نسل فعلی رو چگونه میبینید و آیا امید داریم که نسل آینده نسل بهتر باشه یا نسل آینده از این نسل فعلی هم بدتر خواهد شد با این روش هایی که اینا ادامه دادن و دارن به اصطلاح روش کار میکنن؟ نسلی که ما در پیش داریم و خود سیستم اطلاعاتی کاملا روی این قضیه مشرف هست. سیستم اطلاعاتی یک سری آمارگیری هایی درون خودش داره که میدونه چند درصد از مردم جامعه با نظام مخالفن، موافقن، بیتفاوت هستن. تمام این آمارها رو به وسیله شبکه‌های مختلف آماری به دست میاره قبل از هر گونه انتخاباتی، یا فضای یا بخواد نبض جامعه رو در دست داشته باشه به وسیله این آمارها که قبلا توی بعضی از کلیپام و مصاحبام در موردش صحبت کردم، به این آمارها رو در میاره. نسلی که الان ما رو به رو هستیم، همونجور که دارید میبینید، هم روحانی که توی سخناش راحت داره این مسئله اعتراف داره و تمام بخش‌های این نظام میدونه که این نسل نسلیه که گذر کرده از حکومت دینی و حتی میبینیم که حتی از دین گذر کرده. ما وقتی که نگاه میکنیم آمار آتئیست‌های دنیا به 1 میلیارد رسیده، یعنی 1/6 کره زمین به سمت آتئیستی جلو رفتن، این مقوله از ایران هم به دور نبوده، از دین گذر کردن خیلی، مخصوصا نسل جوان، و معنی سکولاریسم واقعی رو دیگه دارن کم کم میفهمن به وسیله اینترنت، به وسیله مدیا، به وسیله امثال شماها که دارید زحمت میکشید و اینها رو به ایران انتقال میدید، سایت های خبری، اطلاعاتی که در اون اینترنت هست، و این نسل به این چیزها به قرآن عادت کرده و داره میفهمه و درک میکنه و داره آموزش میبینه چیزی رو که باید توی مدارس آموزش ببینه نمیبینه و از طریق اینترنت که به قولن توی خانه تک تک اینها وارد شده داره اونجا آموزش میبینه. ولی وظیفه ماها هست که سمت و سویی بدیم به این قضیه که آقا چیزی به نام میهن وجود داره، چیزی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران از اون میترسه، وطنه. میبینیم که چقدر داره مخالفت میکنه با وطن پرستی، عرق ملی، ایرانی بودن، داره میجنگه و میخواد سعی کنه که این بالانس اتفاق نیفته. و این نسل نسلی هست که داره به پیش میره و قطعا هم گذر میکنه، این تاریخه و ما حتما این از این پیچ تاریخی عبور میکنیم. شاید عمر من و شما و بچه های ما قد نده، امیدوارم که بده، ولی از این پیچ ما قطعا عبور میکنیم و این بس. سمت و سویی که کره زمین داره بشه. آقای حق‌پناه، آماده خلاص. حمله دوستان و دشمنان هستید یا نه؟ اینا بله. دوستان که اصولا حمله نمی کنن، انتقاد می کنن. دشمنان هستن و افتخار برای من که به عنوان یک سرباز میهن، افتخار برای من که وارد این میدان بشم و با همه اینها می جنگیم، بحثی نداریم. شما لطف کنید آیه سوربی، اون سه عکسی که من برای شما فرستادم، فایل صوتی هم موجود. نمیخواین اینایی که من گرفتم براتون بگم بعدن در مورد صحبت کنید؟ یا مثلا یه نفر اونجایی که شما گفتید مهد کودک، نوشته بود که ای بابا دروغ به این بزرگی از مهد کودک. من برای ایشون نوشتم که شما برو امروز ویدیوی پسر بچه 3 ساله‌ای که داره با اسلحه اتوماتیک شلیک میکنه برای گروه تروریستی داعش، اون رو ببین، این حرفت رو پس میگیری. همین شخص برگشته برای شما نوشته که از ایشون بپرس اگر اطلاعات آنها دروغه، پس چرا اطلاعات آمریکا و غرب با این همه تکنولوژی و توانایی
قادر به تشخیص و تمیز آنها نیست. یعنی سر اطلاعات غرب و آمریکا به راحتی کلا میذارن. اجازه بدید من توضیح بدم که این نشون میده این بیننده عزیز دقت نمیکنه. قبل از اینکه شما صحبت کنید ایشون جبهه گرفته. شما گفتید که این دروغ ها رو نمیتونن به انگلستان و آمریکا بفروشن ولی به کشورهای عقب افتاده عربی و اینها میفروشن و این پاسخ رو دادید، ولی اگه خودتونم میخواین چیزی اضافه کنید به این. و یکی دیگه هم نوشته که اتفاقا اون دوستمون همشهری و هم استانیمون هست، نوشته که چرا آقای حق پناه مثل آخوندا صحبت میکنه، بهش بگو اینجا خیلی راحت باش، این تلویزیون مردم هست و احساس غریبی مکن اینجا که رسیدی، این تیوی کوچک تعلق به تو دارد. گفتم دوست عزیز ایشون 35 سال با رادیو تلویزیون آخوندی بزرگ شده و تازه داره صحبت میکنه، دوست داره اینجوری صحبت کنه. در صورت اگه مایل باشید در رابطه با این دوتا بعد من اون عکسارم آماده دارم هر وقت شما گفتید نشون میدم. اولا باید عرضتون برسونم که من سیاست مدار نیستم، من سربازم، من مثل سرباز حرف میزنم و اینجا هم که اومدم بحث سیاسی نمیخوام بکنم. من به صراحت همیشه گفتم، به دوستانم هم گفتم توی جلساتی که توی جای مختلف هست همیشه گفتم من خودم رو سرباز میهن میدونم و گفتمان من، گفتار من مانند یک سرباز، اندیشه من مانند یک سرباز، نه سیاسی. بسیار ممنون. عکس ها آماده است هر وقت خواستید در مورد صحبت کنید. راجع به این که اطلاعاتم چجوریه که اینا تشخیص نمیدن، باز باید اضافه کنیم خیلی هم رو اطلاعات آمریکا و اینا فکر نکنید، چون دیدید که اصلا جنگ عراق و آمریکا بر اساس اطلاعات غلط به اصطلاح پیش رفت. بعد این عکس شماره یک رو میخواین نشون بدم من؟ بله بفرمایید. یه لطف بگم، من بهشون گفتم، بهشون تماس گرفتم، گفتم که شماها هویت واقعی ندارید. من با صدای آمریکا هم تماس گرفتم، من قبل از این مصاحبه اتمام حجت با تمام اینها کردم، گفتم که شما هویت واقعی ندارید، شما واقعی نیستید، شما نظامی نبودید و روی تمام اینها من باهاشون اتمام حجت کردم. ولی این نوشتار خودشون هست، کلیپ های و فایل های صوتی ایشون و تمام اینها هستن. من لازم نمیبینم اسمی از امثال ترکمان یا زاکری یا غیر و زالک ببرم، چون که برای من اسامی افراد مهم نیست. من با این اندیشه، با این حرکت، با این تفکر مخالف هستم. شما نگاه کنید، به راحتی داره میگه که آمریکایی‌ها از من تو بیشتر به این مسائل اهمیت میدن، اگه اثبات نشه براشون تو رو تو سفارت راه نمیدن. داره میگه از دبی، عراق، بحرین، میگه حتما چیزی براشون داشتم که اومدن. عین نوشتار ایشون هست. عکس شماره دو رو هم لطف کنید بذارید. ببخشید بذار من این یکی رو باز کنم. عکس شماره دو. بله. اینجا دارید ببینید. خودش داره آمار میده. لازم نیست که من بخوام بهتون بگم. توی این رفته با تمام این 9 بار رفتم. منظورش آمریکا هست. نه 3 بار. در صورتی که من میدونم که دروغه. 12 بار با اماراتی ها نشستم، 5 بار با بحرین، 7 بار با عراق، 15 بار با قطر، 2 بار با دولت خودگردان فلسطین. این نوشته ایشونه، همه هم ایشونه میشناسن. یعنی این شخصی که الان مشخصه، چون این صفحه ای رو که ایشون داره و اینها دوستانی که میشنسن. دوستانی که بله میشناسن میدونن. و یعنی همین که اینا میرن حتی توی سفارت و میان، برای اینا افتخاره که رفتن به یک کشور. افتخار، مصیبت همینه. عکس شماره 3 هم لطف کنید. شماره 3 این هم خدمت شما. بفرمایید. دوبار با کویت، بازم بگم لابد ابتهی هم اومده بود عید دیدن این ترکیه. عکسش هم موجوده، گزارش پلیس میت ترکیه هم هست. من اینا رو گذاشتم این ابتهی کی بوده؟ همون نبود که چیزو ول کرده بود سفارت و اینها رو؟ کارمند سفارت ایران بود؟ این نیست؟ نه نه، ایشون کسی دیگه است به نام شاهین ترکمان. نه اون نوشته لابد ابتهی هم اومده بود. ابتهی منظورش برادر ابتهی هست که مسئول دفتر آقای خاتمی بود. آها، منظورش اون ابتهی. یه سری ابتهی هم شیراز داشتیم، اینا از اونا نیستن؟ نه فکر نکنم. نه خب میخوام به عرضتون برسونم که این تفکر، این اندیشه، این بازار مکاره فروش اطلاعات که به
به نظر من زشت‌ترین حرکتیه که یک ایرانی میتونه انجام بده، نه ایرانی، هر کشوری، کسی که بلندش بره مراکز دفاعی کشورش رو به کشورهای اون رو از عربی اطراف حوزه خلیج فارس، یعنی زشتر از این دیگه وجود نداره به نظر من. خب اگه اونا از شما ایراد بگیرن بگن شما هم همین کارو کردید، و آیا این خط قرمز رو کی تعیین میکنه که شما هر کاری که مثلا خودت انجام دادی فکر کنی اون درست بوده ولی کارهای ما رو به اصطلاح زیر سوال ببری، پاسخ شما چیه به اونها؟ من با افتخار عرض میکنم که هیچ وقت مراکز دفاعی کشورم، پادگانهای کشورم نه روی سایتی، نه روی اخباری، نه به جایی دادم، و میدونن هم اونهایی که دستم در کار این قضیه بودن، میدونن که من هیچ وقت وارد این وادی نشدم، و اینو کثیف‌ترین کار میدونم. چه ناموس فروشی، چه وطن فروشی، اینو به صراحت بهتون میگم. بسیار ممنونم از شما آقای حق‌پناه. امیدی هست که باز هم شما رو بیشتر داشته باشیم، یا فقط این دوستان انقدر شما رو ناراحت کردن که شما تصمیم گرفتید به اصطلاح در یک جلسه با ما باشید تا این صحبت ها رو انجام بدید؟ بلکه اگر افرادی هستن که مایل باشن با شما در تماس باشن یا به اصطلاح اطلاعات بیشتری دریافت کنن بتونن باهاتون تماس بگیرن. خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. من توی فیسبوک و وبسایتم به نام ایرانی دوباره هست تمام این به قولن مراکز خروجی به قولن بچه های ما هست. ما اونجا اطلاعاتی رو بیرون میذاریم که ربطی به مراکز دفاعی کشورمون نداشته باشه. مسائل حقوق بشری رو داریم ما. من یک مقاله‌ای داشتم توی تایمز لندن که سرچ بکنن میبینن، که توی تمام روزنامه دیگه هم چاپ شد، در مورد ترانزیت مواد مخدر از سمت ایران به کشورهای اروپایی. اگر میخواید کار سیاسی بکنیم، ما باید یک تعادلی داشته باشیم بین این که وطن فروشی نکنیم و مبارزه با جمهوری اسلامی داشته باشیم. این تعادل باید برقرار باشه و ما نباید به سمت وطن فروشی بریم. نه، اطلاعات بذارید بیرون، بحث مواد مخدر، بحث حقوق بشر، بحث ظلم، بحث جنایت، بحث شکنجه هست، هرچی اطلاعات هست خیلی مالی میاد بیرون. خودمونم گذاشتیم از لحظه از بعد خروجمون از ایران هم گذاشتیم. تمام بچه‌ها مطالب میفرستن، ما کمک میکنیم. حرکت زشتی که اینها درست دارن دنبال میکنن، حمله به بدنه‌های مختلف اپوزیسیون هست، حمله به افرادی هست که توی فرق میکنه چه شورای ملی، چه جبهه ملی، چه چپ‌ها، چه تمام نیروها، به تمام آزادی‌خواهان دارن حمله میکنن، فحاشی میکنن، توهین میکنن، چون ها از ترس آبروشون سکوت کردن. من اینجا به عنوان سنگ شکون اینها وارد شدم، دوست دارم فحاشی کنن، بفرمان. ما سربازیم، ما ایستادیم، هیچ برامون مهم نیست، ولی اجازه نمیدیم ماها به عنوان سربازان وطن که به اپوزیسیون حمله بشه. بحث ورود به هیچ بدنه اپوزیسیون هم نداریم، کار خودمون انجام میدیم، و دوست هم نداریم کسی به اپوزیسیون ایران، کسانی که شناخته شده هستن و در راه آزادی وطن دارن گام برمیدارن، حمله کنن. ما ایستادیم استوار، اجازه حمله به اونها هم نمیدیم. آقای حق‌پناه، سوال آخر من از شما، آیا با گروه خاصی، چه سیاسی، چه نظامی، چه اطلاعاتی همکاری میکنید که مایل باشید اسم ببرید، یا همکاری میکنید ولی مایل نیستید اسم ببرید، یا اصلا با هیچ کس همکاری نمیکنید و مستقل هستید؟ نگرش فکری من ملی‌گرا هستم و به قولم علاقه به دکتر مصدق دارم، و یکی خودم رو یک ملی‌گرا میدونم. با هر گونه نظام استبدادی، چه ملایش چه شاهیش، مخالف هستم، ولی با هر به قولم نظام دموکرات و سکولاری موافق هستم و خواهان یک همچین نظامی هم درون ایران هستیم. بسیار ممنونم از شما، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه ازتون خداحافظی میکنیم، ولی به این امید که باز هم شما را در برنامه های آینده یا حتی برنامه های به صورت اینکه خودتون داشته باشید با دوستان صحبت کنید داشته باشید. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنون که شما منو دعوت کردید توی برنامه‌تون و بدرود میگم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، با آقای سجاد حق‌پناه بودیم از سوئد. اگر صحبتی، پرسشی دارید با ایشون تماس بگیرید، اگر نه که با تلویزیون مردم تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، پرسشهاتون رو مطرح کنید و ما هم اونها رو برای ایشون ارسال میکنیم و به اصطلاح سوال میکنیم و ایشون هم
پاسخ خواهند داد. از شما ممنونم که با ما بودید. اجازه بدید من همینجا از شما خداحافظی کنم و اون ویدیویی رو که بهتون قول دادم در رابطه با آقای هوشنگ پورنگ هست براتون پخش کنم و بعد از اون برنامه آقای ذکرالله اتحاد الحق رو داریم که از فیسبوک دیدار یاران و از دوستان دیدار یاران به شما تقدیم میشه. در رابطه با اون هم اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید. همینجا بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش.